علی حسین قاضی زده همکار اینجا در استودیو همراه ما هست پس از دو هفته بی خبری بالاخره تصاویرش در مراسمی که برای عباس نیلفرشان در نظر گرفته شده دیده شد در واقع چطور ببینید چطور ارزیابی میکنید که امروز بعد از دو هفته سکوت دارید میبینید تصاویرش بله این تصاویر که امروز پخش کردن در واقع تمرکز صدا و سیما روغانی به بارها و بارها تکرار کردن نامش از توسط گوینده این نشون میده که در واقع چه فشاری رو جمهوری اسلامی تحمل داره میکنه و به نوعی داره پاسخ میده به همه ی حدس و گمان هایی که در دو هفته گذشته راجع به قانی گفته شده چیزی که به ما میگه اتفاقا باز هم ما رو بیشتر مطمئن میکنه که چیزی هست که دارن پنهانش میکنن جمهوری اسلامی در یک مقطع خیلی سختی قرار گرفته از طرفی کاملا مستعجل هست که ترورهای اخیر حسن نصرالله اسماعیل هنیه و حتی همین نیرفروشان به ما میگه که نفوذ اسرائیل در دستگاه جمهوری اسلامی در سطح بسیار بالایی قرار گرفته که به نوعی حالا یه سری اخباری ما داشتیم راجع به اینکه مسئول دفتر قانی در واقع اون مهره بوده که باعث نفوذ اسرائیل شده در دستگاه شده یا حتی چیزهای شبیه این یا در مورد خود قانی هم الان خیلی حدس و هست چیزی که در واقع برای جمهوری کار کارو سخت میکنه اینه که در وسط یک کارزار بزرگ جنگی با اسرائیل بالاترین سطح فرمانده نیروی قدس رو نمیتونه تخریب بکنه نمیتونه برش داره نمیتونه اعتراف بکنه به اینکه جاسوسی در این سطح رخ داده و از طرفی هم نمیتونه این قصه رو انکار بکنه نمیتونه در واقع بهش هیچ برخوردی هم نکنه اینکه این رو ببرن توی بازجویی یا تحقیقات رو شروع بکنن یا حتی اتفاق دیگری افتاده باشه یک گمانه‌زنی های دیگری هم بود که در بیروت هست و اونجا الان گیر افتاده و نمیتونه بیاد یعنی همه اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه به طور شفاف یک بالاترین فرمانده در واقع مرزی خودش چه وضعیتی داره یعنی این فشار خیلی زیادی که برای حکومت در واقع وارد شده مانع از این میشه که بتونه آزادانه در واقع در مورد این خبررسانی بکنه ولی از طرف این فشار افکار عمومی هم برای حکومت خیلی زیاده و اگر پاسخی هم نخواهد بده در واقع به نوعی ضعف تلقی میشه دو هفته گذشته بود از زمان بارها و بارها میتونستن یک خبررسانی دقیق و واضح بکنن یادم در مورد سلیمانی بارها بارها چنین گمان زنی های مطرح شد بلافاصله سلیمانی جلوی دوربین می اومد تا نشون بده که این گمانزنی ها غلط هست اما در مورد قائدی دیدیم که دو هفته انقدر زد و نقیز گفته شد انقدر حرف های غیر واقعی گفته شد و انقدر راحت بود توضیحش اینکه قانی در واقع در وضعیت کاملا عادی به سر میبره که این کار نکردن تا به این شکلی که اموز دیدیم ازش رو کرد. الان این رونمایی از قاعانی در واقع فکر میکنید در این مراسم به منزله رد دگمون منزل زنی هایی است که پیشتر وجود داشت در به هیچ عنوان به هیچ عنوان میتونه الان اون بازجویی انجام شده باشه یا وسط بازجویی باشه و لحظاتی آوردن جلوی دوربین تا نشون بدن که شاید عادی این این کار رو پیشتر انجام دادن اون دانشمند هسته ای که در واقع از ایران فرار کرده بود و به نوعی آی امیر رو برگردوندن به ایران زمانی که در واقع در فرودگاه وارد ایران شد با حلقه گل به استقبالش رفتن به عنوان یک قهرمان ازش استقبال کردن چند ماه دیگه در واقع به اعدام محکومش کردن و اعدامش کردن یعنی اساسا چنین چیزی چنین رونمایی در واقع هیچ معنی نداره چیزی که به ما میگه که جمهوری اسلامی برای رها شدن از این فشارهایی که الان در سمت افکار عمومی در بحبوحه این در, در واقع درگیری که با اسرائیل در واقع ایجاد کرده تصمیم گرفته که این شکلی رو نمایی کنه تا در واقع اون فشارها کم بشه این چیزی که ما میبینیم این هست و به ما هیچ اطلاعات بیشتری نمیده مبنی بر اینکه قانی آیا خودش جاسوس بوده یا تیمش جاسوس بوده یا در بازجویی هست یا در چه مرحله از بازجویی هست مرسی اتوزیت تعلیم سن قاضی زاده همکارم در استودیو